اگر شما با دو سه تا دوربین مختلف فیلم برداری بکنید ممکنه یه بلایی سرتون بیاد خیلی شبیه به این چیزی که الان اینجا سر من اومده. اینجا من الان این بالا یه سری تصویر از برج ایفل دارم، یه کمی پایین‌تر دوباره یه سری دیگه، یه کمی پایین‌تر احتمالاً دوباره یه سری دیگه. خب این چرا یه همچین اتفاقی افتاد و این تصاویر از هم جدا شدن؟ علتش اینه که روز فیلم برداری که توی دوربینا ست شده بوده، یعنی اون تاریخی که شما برای دوربین تعیین میکنین، یکی نبوده و برابر نبوده و حالا یه سری بالان یه سری پایینن. علتش هم اینه که اینجا من اگر بیام توی قسمت ویو میتونم بگم بر اساس most recent project at top، یعنی میگه آخرین پروژه و جدیدترین پروژه ها رو اینجا نشون بده که خب حالا ما فعلا باش کاری نداریم، و most recent event at top یعنی جدیدترین event ها رو هم برای من بالای بالا نشون بده. اگر من اینجا بیام بگم group events by disk، اتفاق خاصی نمیفته، فقط این هارد رو روشن یا خاموش میکنه. اگرم بیام بگم show events by month، ماهایی که اینا توش فیلم برداری شده بودن رو برای من جدا میکنه، میگه مثلا فرض کن این تصاویر تو توی ماه ژوئن گرفته بودی یا این یکی تصاویر رو توی ماه جولای گرفته بودی. یه عنوانی هم این انتها داره که show separate days in events، اگر من بزنم یه مقداری احتمالا طول میکشه تا آپدیتش بکنم و اینها رو جدا بکنه از هم. بعد میگه حالا اینا رو 21 ژوئن 2011 گرفتی تا اینجا که میگه اینا رو این تصاویر رو 4 ژوئن 2011 گرفتی و حالا این یکی رو 5 ژوئن. چرا این همه الان تصویر اینجا میگه توی یه روز فیلم برداری شده با وجودی که مسلما توی چند روز مختلف فیلم برداری شده بوده؟ علتش اینه که توی 21 ژوئن کپچر شده بودن و تاریخ درستی هم طبیعتا نیست برای این تصاویر. حالا من میتونم بیام اینجا اینو اصلا آف بکنم، خودم ایونت جدید اضافه بکنم. من میتونم اصلا بیام اینجا توی این هارد اکسترنال هم یه ایونت دیگه اضافه بکنم و اسمش رو بذارم مثلا ایفل تاور و حالا توی امیر بیام تصاویری که مربوط به برج ایفل هستن رو انتخاب بکنم. مثلا این نیست، این یکی هست. برای انتخاب کردن این تصویرم شما اگر کامند رو نگه دارید کل کلیپ رو با هم انتخاب میکنه. فقط نکته اینجا وجود داره و اونم اینه که این پروسه یه مقدار پروسه زمانبریه، یعنی من اگر الان این سه تا کلیپ رو منتقل بکنم به ایفل تاور، یه اختار رو من میده که مطمئنی این سه تا کلیپ رو میخوای بفرستی توی ایونت حالا جدیدی که داری. منم میگم اوکی. حالا یه مقداری این کار احتمالاً زمان خواهد برد. الان سه تا کلیپه، اگر یه مقدار بیشتر باشه طبیعتا خیلی بیشتر خواهد شد. اگر زحمت بکشه تمام بکنه. خب این سه تا کلیپ من حالا اینجا، این 4 تا کلیپ من الان منتقل شدن اینجا توی حالا ایفل تاور هستن. اما ممکنه شما بگین خب الان اصلا دیدن این تصاویر برج ایفل اینجا توی این فضای کوچولو ممکنه سخت باشه. شما اگر بیاید توی این لیاتتون و حالا این دکمه سویچ رو بزنید، خیلی راحت دیگه الان میتونید از فضای خیلی بزرگتری استفاده بکنید. و اگر من اینجا تامنیلامم یه ذره بزرگتر بکنم، فکر میکنم بازم پیدا کردن این تصاویر راحت تر باشه. این دکمه اگر خواستید اینجا هم وجود داره و طبیعتا از هر جفتش میتونید استفاده بکنید. حالا من اینجا اگر بخوام دیگه خیلی راحت تره، طبیعتا میتونم بیام بگم خب حالا اینجا من این کلیپ هم مال ایفله، باز با کامند، اینم همینطور، اینم همینطور، و حالا همه کلیپ هایی که دوست داشتم و مربوط بودن به برج ایفل رو میتونم انتخاب بکنم و بیارمشون توی این زیر مجموعه ایفل تاور. یه نکته دیگه هم اینجا من خدمتتون بگم، توی درسی که در مورد فیوریت من صحبت کردم، یکی از توانایی هایی که فیوریت داره و یکی از جایی که میتونه به درد بخوره همینجاست. من اگر F رو بزنم تمام این تصاویر همونطور که شما میبینید سبز رنگ میشه و بالاشون این نوار دیده میشه.
حالا دیگه نیاز نیستش که من خیلی دقت بکنم که کامند اگه یه وقت از دستم در رفت، مثلا یه همچین اتفاقی افتاد، سلکشنم الان از بین میره و دیگه فقط همین یه تیکه سلکت میشه. حالا میتونم بیام اینجا با خیال راحت مثلا دوباره این کلیپ رو هم باز این دفعه با کامند انتخاب بکنم، F رو بزنم، دوباره این یکی انتخاب بکنم یا این یکی رو باز به همین صورت F رو بزنم. در نهایت اگر خواستم میتونم بیام اینجا توی favorites only و حالا همه اینا رو خیلی سریع و راحت انتخاب بکنم با command و دیگه الان میتونم خیلی راحت منتقلشون بکنم به این یکی. طبیعتا این دفعه خیلی بیشتر زمان خواهد برد و زمانی که تمام این کلیپ ها رو من مرتب کردم دوباره در خدمتتون خواهم بود.